به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم امیدوارم که جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید <متصفيق> خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سن هفتم رو با همدیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل ششم خطوط موازی و عمود و درس ششم ما و شما امروز میشه خب شاگرده عزیز ما و شما امروز چه عنوان هایی را باید با همدیگه دیگه بخوانیم اول چی را میخوانیم اول زاویه های خارجی یک چهار زولی را میخوانیم و بعد از قطر های متوازی و ازلا را میخوانیم درست است خب شاگرده عزیز قبل که درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را قرار بود که به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی کدام پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است زاویه های خارجی یک چهار زلعی را می ببینیم که چند درجه میشه سیست اگر یادتان باشد ما و شما زاویه های خارجی را در درس های گذشته خواندیم آلی اگر یک چهار ای ما و شما داشته باشیم زاویه های خارجی از او را می ببینیم که مجموع از او چند درجه میشه سیست پس من نوشته می کنم زاویه های خارجی یک چهار یک چهار زلی خب شاگرده عزیز اگر یادتان باشد در درس های گذشته ما و شما خواندیم گفتیم اگر ما و شما یک چهار زلی داشته باشیم با مثال n چهار زلی صحیح زاویه خارجی از چه رقم میشه چهار تا زاویه داره یا که میشه زاویه های داخلی یا تا یا بریم بگیم زاویه های داخلی با مثال خب ما اگر بیایم چی کنیم شاگرد عزیز گفتیم اگر شما زل ها را از یک طرف باید امتداد یا ادامه بدیم از یک طرف دیگه ادامه ندیم درست است اینی زل مو او شما اگر هست ما از سمت راست از سمت بالا ادامه بدیم از پایین دیگه نباید ادامه بتون صحیح است و این زل دیگه شما. ای شما این بر که بس است از این بر باز باید چی ادامه داده شود و باز این زل دیگه ما شما از ادامه داده میشه و این زل اخر به ادامه میدیم و میکشیم صحیح است خب حالا چی میکنیم شاگرد عزیز اینی زاویه ها اینی زاویه ها میشه زاویه های خارجی اینی چارزل ای صحیح است به عنوان مثال من یه نام شگر بگیرم یعنی زل ای بگیرم یعنی رفع فیس یعنی رفع بی باشد اینی نقطه سی و یا چی باشد دی باشد شگر عزیز پس داخلی ها معمولا با یک نشان میتن ای یک خارجی ها با دو ای دو بی یک بی دو سی یک سی دو دی یک و دی دو فیس خب شگر عزیز و گرامی ما میخوایم امروز بفهمیم که مجموع زاویه های خارجی یک چهارزولی چند درجه میشه یعنی ای دو جمع بیدو، دو جمع سی دو جمع دیدو دو این زاویه ها جمعش چند درجه میشه است. البته ما در رابطه با مثلث در گذشته کار کردیم یا تا نفس دیگه نه دیدین که در مثلث هر مثلث دلخواهی که ما و شما بکشیم زاویه های خارجی را اگر با هم دیگه جمع بسازیم چند درجه میشد یا تا نست؟ 360 درجه درست است دیگه نه مجموع زاویه های داخلی یک مثلث چقدر بود 180 مجموع زاویه های خارجی چقدر بود 360 درجه اما در رابطه با چهار ضلعی می بفهمیم که مجموع زاویه های خارجی چند میشه قبل کی رو بگیم شاگردای عزیز یادتان است مجموع زاویه های داخلی یک چهار چند درجه میشه اگر ما شما یک چهار ضلعی داشته باشیم به عنوان مثال به ایشک. این شکل ما شما باشد چهار ضلعی a b c d با ما شما بگم مجموع زوایای داخلی از چند درجه میشه یعنی زاویه ها ا جمع بی جمع دی جمع سی. یا تا نفتی در گذشته بود دیگه گفتیم ما و شما باید بیایم ببینیم که چند تا مثلث میتونیم با جور کنیم این چهار دلیل اگر یک از قطراش رسم کنیم بی را بسیو سی یا ا را بدی یک کدام میشه به ما را میکنم چند مثلث میشه دو مثلث میشه خب شاگرد عزیز عالی مجموع زاویه های داخلی هر مثلث چند درجه است 180 درجه پس اینی 180 درجه میشه مجموعش و ای هم چی میشه مجموعش 180 180 جمع 180 میشه 360 درجه درست است پس مجموع زاویه های داخلی یک چهار ضلعی 360 درجه میشه چرا چون دو تا مثلث میشه یک تا پنج اگر ما و شما داشته باشیم مجموع زوایای داخلی چند درجه میشه میگیم که چون سه تا مثلث میشه اگر ما شما یک تا پنج رو بکشیم یک دو سه چهار پنج صحیح است حالی رو ما شما باید بیم چند تا مسلف جور کرده میتونیم گفتیم از یک تا از یک راست که ما یک قطر راست کردم. از همو باید دیگه قطر رسم کنم. میکنیم باز از این دیگه نکشی این گفتیم در سایه گذاشتنه حالا چند تا مسلف میشه یک دو سه تا مسلف سه تا مثلث یعنی میشه سه تا 180 درجه اگر با هم دیگه جمع کنیم میشه 540 درجه صحیح پس مجموع زاویه های داخلی یک پنج زلعی 540 درجه میشه چون سه تا مثلث میشه عالی درس ما و شما مجموع زاویه های خارجی یک چهار زلعی است صحیح داخلیش خود میفهمیم چند درجه میشه دو تا 180 درجه میشه 360 درجه آره خارجی هاش میخوایم دریافت کنیم که چند درجه میشه دقت کن شاگرد عزیز من به شک دریافت میکنم من پاک کنم و به شک ثبوت میکنیم که مجموع زاویه های خارجی یک, یک چارزولی چند درجه میشه خب شاگرده عزیز دقت کنید ما به شک نش... میکنم زاویه ای 1 جمع زاویه ای 2 ای 1 جمع ای 2 کدام میشه این ای ما و شماست این ای است یا هر دارو با هم جمع یه خط مستقیم میشه به شک میشه یک خط مستقیم چند درجه است شاگرد عزیز بگن. آفرین 180 درجه پس زاویه من نوشتم زاویه a جمع زاویه A2. چند درجه میشه؟ یکصد و درجه چرا؟ چون یک خط مستقیم است سعیست؟ خب زاوی بی جمع بی چی میشه؟ زاوی جمع او هم یکصد میشه چرا؟ چون او هم خط مستقیم است پس نوشته میکنیم زاوی بی جمع زاویه بیدو و او هم میشه یکصد درجه زاوی سی جمع زاوی سی چی میشه؟ ای هر دو هم یکصد میشه پس یارم نوشتم میکنم زاوی سی جمع زاوی سی دو, دو, 180 زاوی سی زاوی سی دو با 180 درجه و به همین شکل میتونیم برای دی یک نوشته کنیم دی یک جمع دی دو هم میشه چند درجه؟ یکصد و آفرین پس دی یک جمع دی دو یا هم چی میشه؟ یا میشه می درجه خب آلی ما یار چی میکنیم شاگرد عزیز؟ کلش با هم جمع میکنیم باید جمع بسازیم a یک جمع بی یک جمع سی یک جمع دی یک جمع ای دو جمع بی دو جمع سی دو جمع دی دو مساوی میشه با این چار یک شد باید با هم دیگه جمع بسازیم است؟ چون در این زیر جایی نیست من در این پیش نویشتن میکنم سهیست میمید در اینجا نویشتن میکنم شما در کتاب شیطان که نویشتن کنید در زیر از نویشتن کنید سهیست خب ای یک جمع بی یک پس, پس وان خورتر نویشته کنیم که جای شود پس ای یک جمع بی 1 جمع سی 1 جمع دی 1 جمع ای دو جمع بی دو جمع سی دو جمع دی دو جمع ای 2 جمع بی دو جمع سی دو جمع دی دو مساوی با چند درجه میشه شکر دایزی 180 جمع 180 جمع 180 جمع 180 اگه جمع بسازیم میشه 720 درجه مساوی است با 720 درجه صحیح خب شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید آلی ای یک جمع بی یک جمع سی یک جمع دی یک چی میشه ای یک ب یک سی یک دی یک چی است ای یک بی یک سی یک دی یک زاویه های داخلی یک چهار ضلعی زاویه های داخلی مجموعه زاویه های داخلی یک چهار ضلعی لامال گفتیم چند درجه است 360 درجه آفرین پس یا 360 درجه است خب حال ما شما ای ها رو میخواهیم ای دو جمع بی دو جمع سی دو جمع دی دو چند درجه است؟ اینی رو من علامه سوال میمانم اینی چند درجه باید باشد؟ 360 درجه جمع چند میشه؟ 720 درجه بگین شما؟ آفرین اونایی که گفتن چند؟ 360 درجه پس یا هم 360 درجه میشه یا هم چی میشه؟ 360 چون 360 جمع 360 میشه 720 درجه پس ما نتیجه گرفتیم که زاویه های ای دو جمع بی دو جمع سی دو و جمع دی دو چند درجه میشه؟ سی سد و درجه پس شاگرده عزیز و گرامی مجموع زاویه مجموع معناش چیه یعنی جمع کده جمع زاویه های خارجی یک چهارزولی چند درجه شد 360 درجه و این چهارزلی دلخواسته فرق نمیکنه که مربع باشد مستطیل باشد متوازی الاضلاع باشد لوزی باشد دیگه چی زوزنقه باشد یا هر چهارزلی دیگه فرق نمیکنه صحیح است مجموع زاویه خارجی چند درجه میشه 360 درجه داخلیش هم 360 شد پس شاگرده عزیز دقت کنید در چهار زلی مجموعه های زاوی های داخلی و مجموعه زاویهای های خارجی با هم چی است مساوی است و برابر است فهمید چه رقم شد خب شاگرد عزیز دقت کنید حالا ما این مس تختر می کنیم یک مثال عددی کار می که دقیق بفهمی که عالی سوالا چه رقم می آید سوال کارخانگی و سوال تمرین در امتحان با ما شما چه رقم می پس ما تختره پاک می شاگردای شاگرده عزیز یک تا مثال کار کنیم پس مثال با ما شما به شک داده یک تا چهار زلیل با ما شما داده به ای این صورت است؟ این چهار گفته که زاویه های خواسته شده را دریافت کنه چقدر میشه با با ما شما به این شک داده ده اینجا داده یک سد و پینجا درجه سهیست؟ دیگه چی داده؟ به این شکلم داده خود من خارجیش خارجش بکشم به این صورت میشه البته این باید به این صورت باشه نه سیست به این صورت درست است خب به ما شما داده با میار پاک کنم به ما شما داده چهار تا زاوی از این باید بنام است. به این شکل به ما شما شکل به این صورت داده گفته یارا دریافت کنید به این شکل است شکل ما شما گفته این 150 درجه است این دی ای باشد 85 درجه به عنوان مثال و این هم باشد 110 درجه خب گفته چیکار کنید شما این زاویه رو دریافت کنید این زاویه رو نامش رو ایکس مانده گفته زاویه های این شکل ما, ما شما دا یک چارزوی لیسته حالا چارزوی لی نامشی هست نمیفهمیم به ما, ما شما نداده گفته فرق نمیکنه که مربع باشد لوزه باشد فرق نمیکنه یک چارزوی هر چارزوی لی باشه سیست خب ما شما میفهمیم مجموع زاوی های خارجی چند درجه میشه؟ 360 درجه پس 150 را جمع 110 کنم جمع 85 کنم جمع X کنم باید چند شود؟ 360 درجه پس نویشته میکنم پس ما 150 جمع 110 جمع 85 جمع X باید چند شود؟ 360 60 درجه شوه، صحیح است؟ خب جمع کنید 150 جمع 110 چند میشه؟ میشه 260 درجه، صحیح است؟ 260 درجه جمع 85 درجه شوه چی میشه؟ 5 0 میشه 5 8 6 14 4 1 1 1 بالا میشه 345 درجه، صحیح است؟ پس میشه 345 درجه جمع x باید شود 360 درجه. شاگرد عزیز، یک چند درجه است که 345 جمع شوه 360؟ بگین. آفرین چند میشه 15 درجه نه ولی اره ما قبلا گفتیم چه رقم میتونه کار کنه این 345 رو بر انتقال بده علامه میشه منفی میشه پس x مساوی است با 360 درجه منفی 345 درجه که اگر یار از هم منفی بسازیم پس x ما و شما چند درجه میشه 15 درجه چون 15 را که 345 اگر جنب بسازی 360 درجه میشه صحیح پس ما و شما تانیس میکس دریافت کنیم x شما چند درجه میشه 15 درجه پس فهمید چه رقم شد چاگرد عزیز پس اگر یک چهار به با ما شما بته مجموع زاویه خارجی چند درجه میشه؟ 360 درجه درست است؟ <موسیقی> خب شاگرده عزیز این گرامی پس عنوان اول خواندیم زاویه های خارجی یک چهار را با همدیگه خواندیم درست است؟ پس عنوان اول خلاص شد اما عنوان دوم ما و شما چی است عنوان دوم ما و شما قطرهای متوازی الاضلاع است و میریم سر تخته که ما تا نشان بتون با شکل بکشم برای رسم میکنم که ببینید قطرهای متوازی الاضلاع چی رابطه با هم دارند. یا چی روابطی بینشان است صحیح پس با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز و گرامی عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است قطرهای متوازی الاضلاع اگر یادتان باشد در درس های گذشته ما و شما چهار ها را خواندیم انواعشانه گفتیم مربع چی است ویژگاش براتون گفتیم مستطیل چی است متوازی الاضلاع چی است لوزی چی است و زوزنقه چی است پنج تا چهار را به شما معرفی کردیم و خاصیت ها و ویژگی هاش هم گفتیم اما در رابطه با متوازی الاضلاع یا تعریف متوازی الاضلاع چی است یک چهار که زل روبرو با هم چی باشد موازی و مساوی باشد درست است گفتیم که در تعریف موازی بودن درست است ولی ما میتونیم ثبوت کنیم که زل روبرو با هم مساوی هم میشن درست است در درس های گذشته ما و شما ثبوت کردیم باز که زاویه روبرو هم با هم چی است مساوی است حالا در رابطه با قطرهای یک متوازیل ازلا می خواهیم گپ بزنیم صحیح است پس ما یک شکل میکشیم شاگرد عزیز ما و شما یک متوازیل الاضلاع اگر داشته باشیم یعنی متوازی الاضلاع ما و شما میشه صحیح است متوازی الاضلاع ای B, C و دی خب گفتیم چهار زل ای که زل های روبرو با هم چی موازی است یعنی اینی زل با اینی زل موازی است و ای دیگه با اینی موازی است یعنی A, B. با دی سی موازی است و اف دی با بی سی موازی است و علاوه بر اینکه موازی هستند مساوی هم میشن این ثبوط میتونیم بکنیم صحیح است که در درس های گذشته گفتیم و گفتیم که زاویه بی با زاویه دی با مساوی است و زاویه ای هم با زاویه سی زاویه های مقابل با هم مساوی است و دیگه چی گفته؟ گفتیم, گفتیم زاویه های مجاور چی است متعجد متمم است یعنی جمعشون 180 درجه میشه ای جمع د 180 میشه ای جمع بی هم 180 میشه سیست یا در درس‌های گذشته گفتیم حالا ما می‌خوایم در رابطه با متوازی الاضلاع قطرهای از رو بب... بکشیم ببینیم قطرهای چه رابطه با هم دارن قطره که می‌فهمین نه مز بس اگر واسه کنیم به این میگن یک قطر متوازی الاضلاع پس ای سی میشه قطر اول ما و شما سیست و دیر به بی اگر واسه کنیم میشه قطر دوم ما و شما خب شاگرد عزیز این دو قطر همدیگر در یک نقطه قد میکنن من نام از این به عنوان مثال میمانم ای سیست نام از این نقطه چی میمانم ای میمانم خب حالا یک قضیه ما و شما داریم میگه در قضیه چی میگه قطرهای متوازی الاضلاع یک دیگر را نصف میکنن یعنی دو نیم میکنن یعنی اگر یک قطر ما و شما شاگرد عزیز 10 سانتی متر باشد همین نقطه ای که در هم دیگر کرده دی ای میشه چند سانتی متر 5 سانتی متر و ای بی میشه چه او هم میشه 5 سانتی متر و اگر ای سی ما و شما به عنوان مثال 6 سانتی متر باشد ای, چند نشه آفرین نیم شند نشه سه سانتی و ای سی چی میشه او هم سه سانتی میشه صحیح است پس قضیه ما شما امروز این است میگه که قطرهای های متوازی یک دیگر را نیم میکنن یا نصف میکنن درست است پس به عنوان قضیه من نوشته میکنم پس قضیه قطرهای های متوازی از یک دیگر را یک دیگر را نصف میکنن سایست. یا نیم میکنن سیست شاگرد عزیز خب اما این چرا ما ثبوت میکنم پس من این شکل دارم شکل متوازی الاضلاع ABCD. B, C, D حالی گفتیم که قطراشم رسم کردیم و یک دقیق نقطه ای اینها یک دیگر را قطع کرده سیست پس ثبوت خب ثبوتش چرخه هم هست. شاگرد عزیز ما از کدام ثبوت از درس های گذشته کمک میگیرم و این را ثبوت میکنم درس های گذشته یادتان است ما گفتیم دو مثلث انطباق پذیر داشتیم دیگه نه ما مثلث ا بی ای دقت کنید A بی ای همین نقطه وسط این مثلث خورد بالا با مثلث دی E C. این دو مثلث ما ثبوت میکنم با هم انطباق پذیر هستند سعی ثبوت میکنم پس چیکار کنیم شاگرد عزیز بگن. در مثلث A بی با مثلث دی سی ای را ثبوت نکنیم که با هم انتباق پذیر هستند خب در این مثلث ای بی با دی سی مساوی چرا چون زل های روبرو در متوازی الازلا هستند سهیست پس من نوشته میکنم ای بی مساوی با دی سی گفتیم که اگر یادتان باشد گفتیم هر مساوی که ما شما باید دلیلش نوشته کنیم میگیم چون زل های روبرو در متوازی الازلا ها زل های رو برو در متوازی ازلا هستن متوازی ازلا. این دلیل شما میده خب دیگه چه شاگرد عزیز دیگه دقت کنید ما و شما چیکار میکنیم چون ای بی با دی سی چی هست؟ موازی است دیگه دقت کنید شاگرد عزیز اینی ای, ای بی ما و شما هم چی باشد با نام مثال دی سی باشد حالا این قطر قطر چی دقت کنید بی دی رو در نظر بگیرید یک تا خط قاطع یا خط مورا و یا رو کرده صحیح است یاردو با هم موازی است این قط کرده این زاویه با این زاویه چی میشه متبادله داخلی با هم دیگه چی میشه مساوی میشه خب اون زاویه ما شما کدام است متبادل داخلی موش ما شما این میشه دیگه نه این زاویه کدزی میشه این ما نامش میگیریم بی یک بی دو این رو و این چی میگیرم این میگیرم میگیریم دی یک این دی دو پس بی یک با دی یک مساوی میشه چرا چون متبادله داخلی هستن پس نوشته میکنم زاوی با دیگر رنگ نمیشه کنه میره زاوی بی یک ما و شما مساوی است با زاوی دی یک چرا چون می نوشته میکنه متبادله داخلی متبادله داخلی درس های گذشته ما و شما بود دیگه نه خب باز دوباره شاگرد عزیز من باز دوباره چی میکنم اینو پاک کنم اینی دوباره شاگرد عزیز AB با دی سی موازی است یار من در ذهن خود میکشم و این دفعه قطر ای سی را در نظر میگیرم قطر ای سی اینی به ای شکل است باز اینی زاویه که این زاویه چی میشه متبادله داخلی میشه و با هم مساوی میشه یعنی چی میشه اینی زاویه ما و شما میشه ای یک اینی زاویه میشه ای یک با سی یک صحیح است و دوشن کار نداریم پس میگیم که زاویه ای با زاویه سی مساوی میشه زاوی A1. زاویه A یک مساوی است با زاویه C یک باز دوباره چرا چون متبادله داخلی هستند متبادله داخلی خب شاگرد عزیز پس خلاص شد دیگه ما سه اطلاعات نوشته کردیم پس از این عرضه ما و شما نمیتونیم نتیجه بگیریم که به شکل ما از این عرصه نتیجه میگیریم دو مثلث چی A بی ای e. پس مثلث A بی ای e. انطباق پذیر هستند با مثلث دی C e d c p و کدام حالت میشه حالت شم شما میتونید بگید شاگرد عزیز بله باید بتونید چون درس گذشته ما با شما بود ما از مثلث بالا گفتیم a1 از دیگه گفتیم b1 و ضلع بینش گفتیم گفتیم بی پس میشه دو زاویه و ضلع بین در مثلث پایین هم همین شکلی است زاویه d1 زاویه c1 و ضلع dc را گفتیم با هم دیگه چیه؟ با اون بالا چی میشه مساوی میشه پس با حالت دو تا چی میشه زاویه و ضلع بین پس خب حالی که دو مثلث انطباق پذیر شد نتیجه چی است وقتی انطباق پذیر باشد تمام زل ها با هم چی میشه مساوی میشه A B با D C مساوی است این خوب گفتیم دیگه چی A ای e چی میشه A ای e با کدام میشه با ای e, سی میشه از مثلث پایین آفرین پس A ای e با ای e, سی مساوی میشه و دی e هم با EB B مساوی میشه وقتی که A ای e با ای e, C مساوی باشه معنیش چی یعنی ac سی نیم شده دیگه یعنی که جزی مساوی است پس یا ای, ای با ای سی مساوی باشه منظورش که نیم شده دو نیم شده دیگه صحیح پس در نتیجه ما میتونیم نتیجه بگیریم که ای ای با ای سی مساوی است ای ای مساوی است با ای سی و دیگه چی؟ دی ای هم با ای بی مساوی پس دی ای مساوی است با بی ای یا ای, ای بی فرق نمیکنه کنه من نشون میکنم بی ای پس هم ثبوت قضیه ما و شما پس وقتی یار دو با هم مساوی باشه معنایش است که قطرها یک دیگر را نیست کردند سیست؟ خب شاگرد عزیز تختر پاک میکنیم یک مثال کار میکنیم و با چی درس امروز ما و شما خلاص میشه پس شاگرد عزیز و گرامی با ما همراه باشید خب شاگرد عزیز و گرامی. مثال آخر کار کنیم و درس امروز ما و شما به خیر خلاص میشه سیست پس با ما و شما سوال به شک میته یک تا چهارزلی به ما و شما میته میگه اینی چی است اینی چارزولی زولی متوازی الاضلاع است سیست A B سی دی گفته که قطرای از اینم چی میکنیم رسم میکنیم چارزولی زولی متوازی الاضلاع است با ما و شما اینی هم داده ای گفته اگر دقت کنید پس مثال گفته اگر AC ما و شما فی ما شما چند 6 سانتی متر باشد و دقت کنید دیگه چی دیگه دی ای دی ای ما شما 4 سانتی متر باشد گفته دیگه قطار رو دریافت کنید منظور از چه قطار منظور ما گفته که ای ای دریافت کو ای سی را دریافت کو دی ای که خودش ما شما داده گفته ای بی را دریافت کو پس با نوشته کنیم گفته ای بی رو بگو چند چند میشه ای بی چند سانتی متر میشه صحیح دیگه A ای چند میشه و ای سی چند میشه؟ ای گفته از ما با شما خواست دریافت کنید خب شاگرد عزیز چه رقم کار میکنیم؟ چون چارزلی با ما شما خود سوال گفته چارزلی ای بی سی دی متوازیل از لاست چون متوازیل از لاست ما میفهمیم قطرها یک دیگر را نیم میکنن یا دو نصف میکنن صحیح؟ خب با ما گفته ای سی شش سنتیمتر است ای سی شش باشه خود نیم میشه بعد دو نیم باید تقسیم شه. و شش تقسیم بر دو بسازید آفرین چند سه سانتی متر میشه پس ای, ای میشه سه سانتی متر پس اینی ای ای شما چند شد پس ما یه نوشتم اینو پاک میکنم میشه سه سانتی متر ای سی چند میشه 1 سانتی متر میشه چون قطر نیم میشه دیگه سهیست پس یه چی میشه یه میشه سه سانتی متر خب گفته ای دریافت با ما شما رو داده 4 سانتی متر دی ای شده چهار گفته ای بی رو دریافت کو خب ای چی میشه ای هم با دی ای مساوی دیگه چون قطرای متوازی از لا یک دیگرها نصف میکنن صحیح است پس ای بی هم چند میشه جوابش 4 سانتی متر میشه 4 سانتی متر پس سوال با ما شما شما به شکل داده ما میتونیم سوال کار کنیم و جوابش دریافت کنیم درست خب شاگرد عزیز اگرامی درس امروز ما شما چی شد خلاص شد خب شاگرده عزیز پس عنوان دوم درس امروز هم ما خواندیم شما خاندیم قطرهای متوازی الازلا فقط یک نکته یادتان باشه شاگرد عزیز در متوازی الازلا قطرها با هم دیگه برابر نیستند ها قطرها دیدین که یکش یک یک تاش کلانتر از یک تاش خورتر است نه ولی یک دیگر را بدون مساوی تقسیم میکنن همین نکته رو باید داشته باشی اما کارخانگی شاگرد عزیز و گرامی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 172 و 174 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتساب. نمبرشم هم 2 0 9 6 2 13 شاگرده عزیز و گرامی پایان درس ششم از فصل ششم عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدافستان